سلام، این هفته بیشتر شبها و روزها دلها مشغول خدا بود. سوژه های کم جهت اطلاع این هفته رو بذارید به حساب معنویت این شبها و روزها. در وانفسای بیسوژگی تشکل جدید رسما اعلام موجودیت کرد. انجمن ملی سیب زمینی ایران 66 نفر حدوداً از کشاورزان پیشرو در این سند. الان ما دنبال عضوگیری هستیم. ما تولد این نوزاد رو تبریک میگیم و امیدواریم که این تشکل باعث ثبات وضع سیب زمینی تو کشور بشه. مثلا یه سال اینطور نباشه که انقدر تولید بشه که سیب زمینی مجانی بدن، یه سال دیگه کشاورزان همه برن پیاز و گوجه فرنگی و بادمجون بکارن، سیب زمینی حکم طلا رو پیدا کنه. گفتیم طلا، یاد بازار عجیب سکه افتادیم که چند روز تا سرتو میچرخوندی تو دنیا 10-20 دلار، تو ایران هم 10-20 هزار تومان میرفت رو قیمتش. عجیب این که قیمت سکه تو بانک‌ها ارزون‌تر از بازار بود. به همین دلیل عده دلال میرفتن از شب زنبیل میذاشتن دم بانک. تازه مگه جرأت داشتی بگی بالا چشت ابرو؟ گردنم کلفت جلو دوربین میزنم. دوربین روشن کنم بزنم تو گوشش. دوربین روشن کنم بزنم تو گوشش. بعضیا گفتن حالا که تیم‌های دانشجویی رفته چین، بد نیست اونا هم برن. شما و چین و شهر شنجن و مسابقات. بالاخره دانشجویان تشویق کننده نیاز دارن. دانشگاه جامعه میکا آوردیم شرکت کرده. 5 تا از دانشجوی ما در رده‌های مختلف توی این مسابقات شرکت کردند و ما هم دو سه روزی اومدیم در جهت تشویقشون. اسباب زحمت نبود که برای 5 نفر اومدید یا نه؟ چرا اسباب زحمت؟ سفر به چین و ماچین که از قدیم رسم مقامات بوده. تیم‌های دانشجویی هم که گل کاشتن و فقط توی تکواندو مدال گرفتن. دیگه چی می‌خوای؟ رئیس ما درباره حجاب بازیگران و مجریان تلویزیون به یه نشریه گفته خیلی از اوقات وقت پخش به دلیل عدم تنظیم درست رنگ‌های مانیتورها و گیرنده‌ها احساس میشه که آرایش غلیظی صورت گرفته. در واقع تو کنتراست رنگ چنین اتفاقی میفته. نتیجه اخلاقی این حرف اینه که اگه یه وقت یه عده‌ای رنگایی تو تلویزیون ببینن که باعث تعجبشون میشه و اذیت میشن، اصلاً به چیزی شک نکنن، چون مشکل مال گیرنده‌هاشونه، به خصوص وقتی مربوط به گوینده های خبر میشه. یه روش جدید برای حل برخی مشکلات. من خطاب به نمایندگان محترم عرض میکنم، پلاکارد جاش جلسه علنی نیست. بیرون محل داریم، آدرس داریم، تابلو داریم، هر کس میخواد حرف بزنه بیرون از پارلمان. کار غیر معمول رو که تو صحن علنی نباید انجام بدن همکارای محترم. اعتراض و انتقاد و مطالبه حق نمایندگانه، اما مگه نطق میان دستور و تذکر و دادن طرح و راه‌های مختلف دیگه وجود نداره که مثل زمان تبلیغات انتخاباتی پلاکارد میزنید؟ تو برنامه این شب‌های شبکه 1 یه حرفایی زده شد که از این برنامه بعید بود. در شب 23 ماه مبارک رمضان پس از نیمه شب این ذکر 225 بار تکرار میشه. رو به قبله و این ذکر رو میگن یا طهرو یا طاهرو یا طهورو یا طیهورو یا طیهار. راستش نمیدونیم چی بگیم، فقط میگیم مراقب باشید. همین. تعدادی از بنکداران پارچه تعطیل کردن و میگن ما مالیات بر ارزش افزوده نمیدیم. ما که نفهمیدیم آقایون چه گلی به سر مملکت زدن که خودشونو از بقیه مردم و اصناف جدا میدونن. مگه کارمند جماعت آدم نیست که حقوق نگرفته مالیاتشو میگیرن؟ مگه بقیه اصناف آدم نیستن که دارن مالیات بر ارزش افزودهشون رو میدن؟ نکنه تعطیلی مغازه‌های آقایون برای اینه که نمیخوان دولت از دخل و خرج سالانه‌شون سر در بیاره؟ واقعا که خداحافظ.